زیارت نو و دسیسه حکومت محلی به سود قسمتی از مناطق سرسیر کشور محسوب می شود که در فصل زمستان هوای سرد و برفگیر و در بهار و تابستان هوای معتدل و مناظر زیبا و سرسبز دارد. دره کجاب مشهورترین دره سرسبز و دیدنی آن است که از خود یک جلگه و شرشره ها دارد که سرچشمه آن از خضر چمن سراب هجدر و منبع دیگر آن بالاتر از اوجی و مسیر آن از قریه دهن اوجی به طرف دایمیرداد سرازیر می شود و این دریا به سرسبزی و طراوت کجاب افزوده است. اوجی از توابع ولسوالی مرکز بهسود مربوط ولایت میدانوردک می باشد و به نقل بزرگان و ریش سفیدان منطقه که دهن به دهن به ما رسیده، سیدی مشهور به شاه اخلاص از فرزندان سید شاه دلر که در لولنج مدفون است به بهسود و اوجی آمده. مؤمنین و مریدان سید که سخت در ماتم از دست دادن خدمتگزار مخلصشان عزادار بودند، او را در منطقه بین تربلاق و سکوته گیروروزی و در دامنه تپه‌ای به خاک می‌سپارند و این محل و منطقه معروف می‌شود به آستانه. آیت الله العظما حاج سید شاه محمد حسین معروف به حاج آقای اوجی که علما او را مجتهد مسلم می‌دانستند، دارای حوزه فعال و مهم درسی و مورد اعتماد و وثوق مردم و علمای معاصر و همزمان خود در داخل و خارج افغانستان بود. مردم از او کرامات زیادی نقل می‌کنند. در این آوان شخصیت‌های دیگری مثل آیت الله حاج شاه عبدالعظیم محسنی معروف به حاج آقای کلان و آیت الله حاج سید محمد اکبر شاه محسنی و دیگر بزرگان از این منطقه تبارز نمودند. حاج آقای کلان و برادرش آیت الله محسنی به عنوان عالمان برجسته در مرکز بهسود حلال مشکلات مردم بودند. از این رو برای حکومت محلی و بخشی از قوانین و اربابان منطقه حساسیت ایجاد نمودند و در آن زمان حاکم وقت مرکز بهسود کسی به نام عبیدالله معروف به حاکم کر بود. فعالیت های این دو برادر را زیر نظر داشت و در کمین فرصت بود که چگونه آنان را از مردم بگیرند. او در فکر بود تا دسیسه ای را بسنجد که مانع پیشرفت و نفوذ آنان شود. بعد از مدت زمانی حاکم کر به بهانه زیارت نو و یا به گفته عوام مزار نو پلانش را تطبیق نمود و این دو برادر آیت الله شاه عبدالعظیم محسنی و آیت الله سید محمد اکبر محسنی و تعداد دیگری را زندانی نمود. همزمان با سفر محمد ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان به مرکز بهسود، در اثر تلاش متنفذین، اربابان و مؤمنین، مخصوصاً شهید ارباب نسیم فرزند مرحوم حاجی محسن خان از کجاب پایین، محمد اسلم وکیل از مرکز بهسود، رمضان علی شریفی وکیل جاغوری، عبدالحسین مقصودی وکیل ناهور از ولایت غزنی در آزادی این دو شخصیت قابل قدر مردم بهسود تلاش نمودند و آنان پس از 6 سال و 8 ماه در سال 1344 خورشیدی از زندان دمزنگ کابل آزاد و مورد استقبال کم نظیر مردم بهسود قرار گرفتند. از قضیه زیارت نو آغاز کنم، یا به قول معروف که در وقت هزارجات معروف بود مزار نو. کلمه مزار نو بسیار معروف شده بود از اینجا آغاز. خود زیارت نو چطور آغاز شد؟ بعدم سریو اجدر بودیم، دی کوچک است سریو اجدر. در اونجا زندگی میکردیم. یک زمستان مردم گیروی روزی یک محفل درس برگزار میکنه. از آجاهای کلان خواهش میکنه از حاجی شاه عبدالعظیم آقا که باید اونجا درس بگویه. ایشان با همه برادرش، پدر من که حاج سید محمد اکبر محسنی و آیت الله محسنی است، با ایشان با هم میاید. خود حاج آقا یک مقدار از نظر سنی بزرگتر بوده، آقا هم یک طلبه جوانی بوده، هر دوتایش میاید و این دوتا برادر در این زمستان در اینجا یکیش درسای کلان حاجی آقا میگفته، درسای خورد کم بهش آقا این کمک میشده و هم خودش درس میخوند. آنچه که بهش مردم بسیار معروف است از دوران کسایی که یادش داره ای که این دوتا برادر بسیار آدم های عابد و زاهد بوده. هر دوتاش مثلا شب زندهداری عادت داشته، شب نمازی عادت داشته و هر دوتاش توجه بیشتر به خدا داشته، بیشتر با قرآن انس داشته و اینا. به این خاطر هر دو تا معروف میشه و همین دو تا نام هم که سر زبان ها میفته از همونجا بود، حاج آقای کلان و حاج آقای خرد، هر دو تا را مردم احترام داشت. به زمستان اینا سپری میکنه، تا بهار که میشه هنوز تابستان نشده،
در بهار امسال یک دعوا و جنجال در گیروزی پیدا میشه. این دعوا سر از این بوده که کسی به نام ایوازعلی از دنیا میره و یه وارث مردانه نداشت. ببخشیم که از او یک طفل بجا میمونه. معذرت میخوام. طفلی داشته که بعد از خودش این طفلم از دنیا میره. بعد قرار بوده که خب خانومش وارث از زمینای ایوازعلی شود و خواهرش. خب خواهرها که از او تیره و عشیره که ایوازعلی بوده زن نکده بود. به اصطلاح بیسود هر گروه قومی در کوچک کوچک از قوم طایفه میشه، طایفه باز در بین طایفه در طول طول تقسیم میشه. اینا از او طول نبوده که شوهرهاش. اینا ادام میکنن که زمین ایواز ما بین خود تقسیم میکنیم. بعد طولای ایواز پسر عموها و ایناشی میگه که نه، ما نمیگذاریم که این میراث ایواز شما بود. و این از اینا درگیری و دعوا ایجاد میشه. ایده در سنگر میبرای کسایی که اگه گیروزی رو دیده باشه، گیروزی جاییست که جنگای بین کوچی و مردم دینشین یا مردم گیروزی زیاد اتفاق افتاده. در هر بلندی کو مردم یک شینک ساخته یا یک برج بسیار بلند که در اونجا برای پیرداری میششته، به مخاطر هم شاید نامش شینک میگفت. برج جنگی، خو ایده هم در برج میبره و سنگر میگیره و تفنگ میگیره که ما هر کسی سرزمین ایواز را بره ما فایر میکنیم میکشیم. خب مردم جمع میشه و رشت سفیده و اینا، راه حل پیدا نمیکنه جز اینکه بگه که خب بریم مردم و جاها رو بریم که همونا دعوا رو فیصله کنه. اما جاهای کلان، اما جاهای خرد، هر دوتا رو میارن اینجا. اینا میاین بین از اینا صلح برقرار میکنن و صلح نمیفهم که یک روز یا دو روز بالاخره میشکنه و باورجا نمیمونه. دوباره این مردم بین خود میشنه یک فیصله میکنه که بیاین یک کار دیگه کن. امی حوزه درسی که آجه های اینجا برگزار کرده، امی حوزه تعطیل نشوه، امی زمین رو وقف میکنیم دینمی منبری که همینجا هست که آجه های کلان رو درست کرده بودن. البته سنگ تهداب شو مانده خرچ مردم داد. گفته که امی زمین رو وقف میکنیم دمی منبر و مقدارش هم وقف میکنیم در مدرس. امی آجه ها همینجا به تدریس برگزار کنه، این زمین ایوازعلی از او باشه و رسم موافقه میکنه، مخالف موافق، همه میگه که یک صدقه جاری است، بسیار فیصله خوب است. خلاصه هر دو آجه آقا رو باز دوباره میخواه، اینا میگه که ما یه نمیتونه یک فیصله کنیم، ولی شما این رو رد نکنیم. آجه های کلان میگه که خب من خوب اولا از نظر گرفتاری هایی که با مردم دارم در ناغور و در بیسود و در هر جای گرفتار هستم نمیتونم اینش خود محدود کنم. تابستان ها معمولا در امور مردم رسیدگی میکنم، زمستان ها درس میتونم. خب خوب است که همین حاجی اکبر شاه ها همینجا بشین. خب آقای من رد نمیتونم، میگه درست است. خلاصه این زمینی که مورد دعوا بوده، این زمین از باب مدرس متعلق میشه در آقایم که همینجا بشینه حوزه تدریس برگزار. بنابراین قبلا سوال شد که شما سیدای وجه هستین، سیدای گیروزی؟ ما سیدای وجه هستیم، ولی گیروزی با اینمی رقم یک حالتی زمین برای آقایم تسلیم شده بود که وقتی که این موضوع رو آقایم میپذیره، بازم از یاد داشته خود صحبت میکنم که من طفل خردی بودم و معمولا صبح هر صبح وقتی هفته و نوک میزد از خانه میبرامدم دور بر خانه و اینا. یک روز دیگه از ماجرا خبر نبودم، یک روز از خانه برامدم، دیدم که همین دور بر خانه ما در سریع برش در که اطراف خانه ما یک دشت بسیار وسیع بود، دور بر خانه ما پر از اسب و خر است و مردم زیادی آمدن. و خلاصه این مردم از گیروزی آمده و میخواه که کوچ ما رو ببره و مردم احالی سریع اشتر، کوشک، باغندک، راکولک، این ساحهی که نزدیکا بود اینا آمده گیریه میکنه و برای آقای اجازه نمیده که بره. خلاصه مردم با عذر زاری اجازه تحصیل کردن و کوچ ما رو بردن از اینجا در گیروزی. ولی همین شهرت یاجی آقا که مردم گیروزی آمدن و با یک جماعت بسیار زیاد و یک فاصله بسیار دور و یک کوج را از اینجا گرفتن و اونجا رفتن، این باز شهرت را چندین برابر کرد. حالا بر از زمستانی که در اونجا قایم بوده یک تقدسی به اصطلاح مردم برش قائل شده بود. من هم میگم که
مقدس بود آقایون، ولی خب از نظر عوام فردی مقدسی جلوه میکرد و از اوصاف و آثارش هم که ما میدیدیم فکر میکنیم آدم مقدس باید هم ایرقم یعنی آدم باشه. خلاصه همین شهرت باعث میشه که مردم اعتماد بیشتری به ایشان بکنن. یک ایده میگه که خب همی اول خود گیر روزی یک ساحه است که نظر به دیگه ساحات کجا و ساحه وسیع تر است. ثانیان در یک ساحه یک قوم افتاده که همه ایشان قوم روزی گفته میشه. گیرو خامو در اصطلاح وطنی ما شما جای سایه روخ هم میگه روزی هم که اسمی هم کسی است که روزی بیگ نام داشته بنام ساحه رو گیر روزی میگن، نام سخت ماست تلفظش، به نام ما روزی بیگ مرد. قوم کلان اینجا به نام قوم روزی هم ساکن است. این قوم در اون وقت 6 تا مسجد داشتن و یک تا تکی خانه داشت که تمام اهالی از 6 مسجد در یک تکی خانه در مراسم های عمومی جمع میشدن، در غیر از هر کس در مسجد. و در مساجد هم زمستان ها محفل درس قرآن بود دیگه، بچه ها رو جمع میکردن و آخوندهایی که در منطقه وجود داشت اینا میمد بچه ها رو قرآن درس میدن. طبیعتا استفاده ای که اطفال از قرآن میکنه، قرآن ها زود مستهلک میشن. کاغذش البته کاغذ های با کیفیت عالی هم نبود، کاغذ قرآن مستهلک میشه، تیکه پاره میشه و مساجد پر شده بود از قرآن های تیکه پاره. ایده می پیشنهاد میکنه برای آقایم که همین قرآن ها را قاضی مساجد خاک میخوره، همین ها را یک کاری بکنیم جمع کنیم. خب آقایم میگه که بهتر است که هر کس از مسجد خود قرآن ها را جمع کنه بگیره و در دریا هم زده کجاوانه یک رودخانه هم هست که در اونجا دریا گفته میشه. بعد مردم میره به احترامی تلقی میکنن، یعنی فکر میکنن که قرآن دعو اندازیم حتما خودم خاندانم تلف خود شدیم دیگه، قرآن غضب میکنه سرمون. اینا به جایی که قرآن ها رو جمع کنه ببره در دریا اندازه، کلشون میاره در منبر که نزدیک خانه ما بود در اونجا جمع میشه که خلاصه اگه انباری از اوراق پاره پاره قرآن. خب علاجی که در وقت در ذهن علما میرسه، آقای هم نظر به کتب فقهی و اینا گفته بود اگه در جایی ای رو بگذاریم و دفن کنیم هم سزاوار است، اگه کسی حاضر نیست رو در دریا بگذاره، پس در جایی میگذاریم که از تعرض مسئول باشه، به احترامی نشه، میبره قرآن را در یک پارچه سفیدی میپیچانه، خب کل از اینا را در کیسه میندازه، بعد کیسه را میبره در یک جای بلندی در سر از بلندی که به اصطلاح همون محل، همون محله را پامی میگه. پامی به این اصطلاح که نوک از قله پهن است و در اون جایی که بالاخره یک جای بلندی داشته، در اون نقطه بلندی شیره میگذاره و یک نشانی هم میکنه که کسی سریعزی مثلا وقتی که مردم در کو میره یا از کو میایه یا چوپان میایه سریعزی اتراق نکنه، بالا نشه و سریعزی نشه. این کار با 5-6 نفر انجام میشه دیگه، کار زیاده ام نه. وقتی که اینو از کو پایین میشه بر مردم یک سوال خلق میشه که این همه ریش سفیدای محل به شمول آجی آقا اینا در این کوی بلند چی میکنن؟ چرا اینجا رفتم؟ اینا که از کوه پایین میشه یک اولین کسی که خود از اینا برخورد میکنه یک سیاسر بوده، یک خانومی از یکی از این کسایی که همراه آقایم بوده از اینا میپرسه که شما در کوه رفته بودین با آقا چی میکنید؟ قابل یادآوری است که دو نفر همون سالی که ما در اونجا بودیم بسیار همراه آقایم رفیق بود، همسن سال بود، هر دو تایش هم ریشای کلان داشتن، مردم ریشدارا را در وقت صوفی میگفتن، یک صوفی قربان نام داشت، یک صوفی زامین نام داشت، آدم های خوش ذوق، آدم های شوخ‌طبع و مردم های بود که کابل دیده بود و کابل میرفت کار کردن و میامد بر مردم داستان ها تعریف میکرد. به هر حال از یکی از این دو تا صوفی نامش دقیق یادم نیست که از صوفی قربان یا صوفی زامین، خانم میپرسه که در بالا چی خبر بود؟ ای از باب شوخی. خود در وقتا چند وقت پیش امامزاده ای در سر پل ظاهر شده بود، کسی خو دیده بود که اینجا امامزاده است و لوحه برآمده بود و اینا، یه چیزا را در خاطر از این بزرگوار بوده یک چنین چیز از پیش میزد. میگه امشب آجا خو دیده بود که اینجا امامزاده مدفون است، ما رفتیم حفر کردیم، لوحه دو تا لوحه برآمد،
یکی مونزاده اینجا دفن است، نمیفهم شهید بود، چطور بود، چی کار بود، چند تا چیزای از پیشکود میسازه و دو تا لوحه داشت، یک لوحه شاجه ها خواند، یکی دیگهش خوانده نتانست، پیشکود گرفت گفت میبره میره که شاجه های کلان که بخون. و آقایم دازد اونجا رفته بود سره وجدر که اونجا با زمین اصلی ما بود. ای که عوام کیر نمیپرسه که آجه ها که از زمین رویش طرف بالا شد یا طرف سرخ بوم دادیست چپ رفت یا طرف سره وجدر دادیست راست بود. همی که گفته بود آجه ها رفت دیگه حرف محقق شد که پس درسته که لوحه بود آجه ها یک شخانده که دیگهش برد در آجه های کن. خب مردم در وقت مستر، مردم مظلوم، مردم پشت یک دریچه میگشت که از اونجا یک نور رو ببینه، یک روشنی رو ببینه، یک نکته ای که در اونجا از باب شدت درد و ضعف اتکا بود. مرض جزان در منطقه بسیار زیاد بود. خلاصه مردم در وقت دکتر و دوا و اینا نبود، اگر بودم مردم از آراجات دسترسی نداشت. دوا و درمان مردم با همین نظر و گریه و زاری و تضرع و توسل و دودمان پیغمبر و اینا معمولا دوای مرض خود از همون میخواستن، البته یقینا در اون زمان از همون ناحیه تأثیرات هم مردم دیده. وقتی که یه حرف ای مردکه به صورت شوخی بیان میکنم و نمیفهم نکته دیگر را کی علاوه میکنه که این امامزاده یکی از خاصیتهایش ایست که تمام مرض امراض لاعلاج شفا میده، از جمله جزا شفا میده و جزا میده و وقت از درجات زیاد و جزا مرض بود که خدا نشان ند. فکر کنم اصطلاح جدیدش لپرسی است یا ایلپرسی همین چیزا میگن، مرض است که جلد آدم خراب میشه، بینی آدم از بین میره و پوست آدم حس خود از دست میده، بدن آدم زخم میشه، از زخمش چرک میره. خلاصه مرضی در این حال شدیدن ساری است و روایت هم در باب هست که گفته شده که از جزامی مثل شیر درینده باید فرار کن. هر کس که در خونش جزامی بود مردم طبیعتا پیش دیگر را خجالت میکشید. همی که گفته شد جزامی اینجا شفا میده، آیا این حق بود یا ناخ بود، کسی گفته بود نگفته بود، یک بارگی اینجا شروع شد آوردن جزامی. مردم جزامی ها را آوردن، در اینجا زیاد شد و تعداد جزامی ها اما اطراف خانه ما که در پای از کوه بود بسیار زیاد دیده میشه، زیاد، یعنی هر طرف که ما میرفتیم جزا میدید. امی آوازه زیارت نو که شد، ما طفل کوچکی بودم، از سری وجدر کوچ کده بودیم، تازه رفیقای ما اونجا مانده بود. خلاصه اموی بزرگوار ما بنام سید عبدالمجید کربلایی و آماد ما را برد، بچایش رفیق ما بود سری وجدر، ما اونجا سری وجدر رفته بودم، نمیفهم یک هفته پنج روز اونجا بودم. برگشتم دیدم که همه آنزای خانه ما در گیر روزی دیگر رقم است، یعنی که اطراف خانه بسیار بیروبار است، مردمای جزامی زیاد دیده میشه، قیافه های عجیبی که وقتاً ترسناک بر اطفال اینا برای ما بسیار عجیب، نفر بسیار زیاد شد. میتونیم بگویم که همی آوازه که زیارت یکی امامزاده است و این امامزاده امراض لاعلاج شفا میدن، این مثل یک توپ منفجر شد. در سر تا سر از آراجات یوازه پیچید، اینجا یک منزاده برآمدن، هر نوع امراض شفا. مردم شروع کردن با آمدن زیاره. بعد آقایم از نظر فکری یا از نظر هوشیاری به نظر ما فرد بسیار نمانه اید. ساده نظر به خیلی کسای دیگه که از بزرگای علم و ادب نمیدیدم، آدم ساده لوحی نبود، خوب میتونست تحلیل کنه، خوب میتونست بررسی کنه، خوب میتونست آینده رو پیش بینی کنه، وقایع بسیاری دور میتونست پیش بینی. همی که این آوازه پیچید آقایم در وحشت افت، ترس بسیار عجیب که این زیارت با این آوازه دیگه قابل تحمل برای داوود خان نیست. خب اگر عطفی به گذشته هم میکدیم، هر کسی که شهرت پیدا کرده بود او را خب داوود خان زندان کرده بود، کسی نمانده بود،
و شمول آیت الله وایس که در زندان بود، آیت الله حضرت های شوها خدا مغفرتشون در زندان جان داد، میرعلی اکبر آقا در زندان بود و همچنین از عالم و غیر عالم هر کسی که به اصطلاح معروف سرش در کلاهش میرزید زندان بود. آقای بلا فاصله احساس میکرد که این زیارت زیارتی است که سر مرا خواهد کرد. به می اساس شروع کرد به تبلیغ. در قریه ها میگشت، در جاها میرفت، شبای جمعه دمون خودم زیارت، محل تجمع مردم، اونجا منبر میرفت و از مردم میخواست که بلیاز خدا چیزی رو که اینجا ما گذاشتیم، اما سعید رو که شما میگین خواه دیدم و مستم. ما خواه ندیدیم به خدا و به همین قرآنی که اینجاست، ما خواه ندیدیم. اینمی قرآن های پاراپاره است از گوشه منبر مسجد جمع کردیم اینجا ما موندیم. از این قرآن خوب پاراپاره است، شما درست سالی میشه در خانه خود داریم و همونجا در خانه خود زیارت کنین. اینجا کجا می؟ همین حالی که این در حال منبر بود، یک کسی مثلا شتر قربانی میکرد، یک کسی گاو میکشت، یک کسی گوسفند میکشت، کسی نمیشنید که آیا همین سیدی که خواه دیده همین هم حرفی برای گفتن داره یا نداره. خب قربان عوام، عوام تحقیق نمیکنه. همین که آوازه شد دیگه درست است. خب یک کسی شکایت داشت که عوام خواص میتونه با یک اشاره سر از این روی دوری کنه. مثلا یک کسی میاد از یک عالم میپرسه که فلان آدم کافر شده، یه عالم جواب نمیده، نه نمیگه نه آره میگه، نه نفی نه اثبات سوار نظر نمیکنه، ولی کله خود قسم شور میتونه که عجب زمان خراب شده که فلانی هم کافر شده. با میاد کله جون بادن مردم همه گی میگه که فلانی کافر. خب دو عصر دو زمان و نظر به گرفتاری های مردم همه که فلانی آدم خواه دیده برای مردم کافی. هر چی که آقای داد میزد از گفت نمیشد، کسی حتی یک نفرم باور نمیکرد. حتی صمیمیترین دوستش کسی به نام حاجی رسول داد از اودال دیزنگی رفیق رای مکه آقایم بوده آمده بود، آقایم به او یک خان بود، یک بزرگ قوم بود، برای از او بسیار قدر و عزت قائل بود، او رو بسیار دوست میداشت. خلاصه آمده بود بالاخره در خانه در خصوصی که همه بر آمده، گفته که آقا ما یک حرف خصوصی با تو دارم. باز در خصوصی ازش پرسان کرده که خب همه قضیه زیارت نوا قد دیگر آقا صاحب نگفتی؟ من را خمیش نستی که مخلص دستم، دوست دستم، اگه بگو قد کس دیگر گب نزنم، گب نمیزنم، لطفا بگو همه قضیه زیارت نوا چی را خمیش. بعد آقایم گفته بود که نمی قصه قرآن است، من اونجا دفن کردیم، ولی هرچی که میگم کس باور نمیکنه. در یک محضور گیر کردیم که اگه قرآن های مدفون از اونجا ببریم در دریا هم اندازیم، بازم مردم هم جایش اهلا کردنی نیست، مشکل حل نمیشه، ولی من از این ناحیه شدیدا ناراحت است. بعد همی حاجی صاحبی که بسیار دوست آقایم بود، برای آقایم گفته بود که آقا سلال خدمه هم که نمیگی دیگه، باز اختیار، یعنی صمیمیترین دوستاش هم باور نمیکرد که قضیه واقعیت ندارد، چون جمعیت میدید، سیل مردم میدید، از هر طرف آمدن میدید. علاوه بر ازی که مردم بود اونجا، خب بعد از هر چند دقیقه یک اعلان میشون، اعلان ما دقیق یادم است، این عبارت بر شما میگم که یک جارچی در اونجا بود، صدایش هم عمال اندگوش ما تنین انداز بود. او این رقم اعلان میکرد که مثلا غلام ایدر ولد صفدر از قریه سوزچوب جاغوری علاقدار ولسوالی حکومت جاغوری قریه‌دار، مثلا نامش یاد من نیست، خب قریه‌دار مثلا غلام حسن از مرض گور مادرزاد شفا یافت. اینمی که میگفت شفا یافت، یک دفعه میدیده که سیل جمعیت هجوم میورد در یک نقطه، همه گی میرفتن در سراغ همون کسی که گفته میشد که شفا یافته، و لباس از او را هر کس به هر اندازه که میتونست پاره پاره میکرد، و هر کس از لباس از او چیزی برای خود میگرفت که خوبی دست امامزاده در این خورده که شفا یافته. شاید نیره نشونیدیم، ولی شاید همین تیرک چیز تصور میکنه. خب خلاصه خیلی از شفا یافتگی هم خدمت شما عرض شما که واقعیت نداشت. از جمله پسر عموی بزرگوار ما که محمد نام داشت، حالی دا بیامرزه بر رحمت حق رفته، ایشان که از ما که بزرگتر بود و هوشیارتر بود، او صحبت میکرد که
یکی از کسایی که در بالا آوازه شد که یه شفا یافته و بسیار به حالت فجیع مردم لباسایشو بردن و بعد لباس دیگه در جانشان دادن، از کو پایین شد آمد و ما برش گفتم که شما رو میگه که شفا یافتن، چشمایت بینا شده. گفت آره مشان فضل خدا شفا یافتم، من میبینم. گفت ما یک خب در وقت مردم با خر و قاطر و اسب و اینا زیادتر در زیارت میامدن. گفت من دم دستم یک سرگینی ولاغ بود، همی رو ورداشتم گفتم که وقتی که چشم بینا شده پس در دست ما چیست؟ گفتی اگر تو دقت کرد رو همه آدم های نابینا. گفت که خب فیروزه دیگه، یعنی حدث میزد که هر کس که میگه این چیز، البته انگشتر خود نشان میده، یا شاید چند مورد برخورده بود که کسی انگشتر خود نشان داده بود که چیه و این گفته بوده بود واقعا بوده، یعنی مردم باور کرده بود. بعد میگه ما که سرگینم بلند میتونم، گفت فیروزه دی. معنیش ایست که این آوازه ها زیادش واقعیت نداره، اما یعنی می رقم پیچیده بود. حتی کسی به نام حاکم کرد در وقت که بشوهش کرد بوده در مرکز بیسود حاکم بوده یا به اصطلاح امروزی ولسوال بوده، و هم دو تا پسر شل داشته، پسرای فلج، اونا رو آورده بوده در اونجا که در زیارت شفا پیدا کنه. شو انگام خودش به صورت ناشناخته، اما او خب فرزندایش شفا پیدا نکرده بود، ولی زیارت و همهمه و تجمع مردم اینا رو که دیده باعث تعجب شد. خلاصه این زیارت نو یک تعداد آدم های رند و استفادگر فعال ساخته بود که هر کس به نام نماینده حاجی آقای محسنی یا حاجی سید شاه اکبر آقا خود جا میزد و در هر جای از مردم پیسه جمع میکرد، به خصوص در محل تجمع مردم در بالای از بلندی تعداد زیادی از این استفاده میکرد. و یک نفر که امو شاید جارچی هم امو بود و مجاور از زیارت خود قلمداد کرده بود و کسی بود از سنگشانده بیسود به نام علی جان مسکین، آدم خوبی بود، پس آنها زندان آزاد شده بود، دوستش داشته، آدم گرچه از سنگشانده بود ولی در کابل کلان شده بود، با اصطلاح بسیار شیرین کابلی صحبت میکرد، ولی خب یکی از چیا همو بود، از مجاورین. داستانی بود که کاری که آجاهای کلان میکرد، خب خیلی یه نکته رو قابل ذکر میدانم که بعد از اینکه آقای محاجی آقای کلان زندان شد، خیلی به تفصیلش میرسیم که چی گونه اینا زندان شد، خیلی آقای مر محکوم میکرد که ناجی اکبر شاه خودم در زندان داد، آجی شاه عبدالعظیم آقا را آجی آقای کلان هم در زندان داد، اما آجی آقای کلان از این ناحیه هیچگاه شکایت نداشت. دلیلش همی بود که آجی آقا میفهمید که این شهرت مست کرده ما رو در زندان، نه شهرت زیارتی. نه برحال آجه های کلان معمولا مصروف حل و فصل دعاوی مرد و یه دعواها را که آجه ها فیصله میکرد، یه باعث بدبینی خانها و کلانهای از آجه ها میشه. و چی دلیل؟ به خاطر از اینکه کلان از آجه ها خانها، البته آدم های خوب در بینشون بسیار زیاد بود، از انصاف آدم نباید بگذره، ما مثلا حقشان رو نباید نادیده بگیریم، همونطور بیشتر از حاجی عبدالعزیز یاد کردیم که یک خان بود، یک کلان بود، اما برای علم خدمت کرد، برای آیت الله واعظ مثلا زمین داد، خانه داد، جای داد و خاندانش هم خاندان بسیار مؤمن متدین و همین رقم دیگه خاندانی خانهای بیسود، آدم های خوب در بینشون بسیار زیاد. خلاصه تعدادی از این نفاق که بین مردم بود اینا تغذیه میکرد. ارباب کارش چی بود؟ ارباب یعنی واسطه بین مردم و بین دولت. هرگاه کار مردم در دولت بند میشد، ارباب مقدار پول از طرف های دعوا میگرفت و یه رو در دولت میداد تا اینکه مشکل از اینا رو حل کن. و از این پول یک مقدار خود طبیعتا برای خودشان هم میمود، علاوه بر از اینکه مردم هر سال برای اربابای خود چیزی به نام نعلی حسب ارباب یا مثلا چیزی به نام کمک به خاندان خان، اینا مردم
سر خیرمن خود یک مقدار غلجات و اینا برای خانها میداد و اینا آدم های صاحب نفوذ هم بودن، به درد مردم هم میخوردن. امرو هم در جبهه وقتی ما جنگ شروع کردیم با اربابا یک جای بودیم و دیدیم که اینا با اخلاص برای مردم خود فداکاری میکردن. در اول جنگ که از بهسود ناور و غزنی شروع شد، علما کمتر دیده میشد، اربابا بیشتر بود. حتی شورای اتفاق هم بیشتر توسط اربابا تشکیل شد و علما نقششان اندک بود. خلاصه کلام که اربابا خوبم بود، ولی در بینشان کسایم بود که از آجای کلام نسبت به یک کاری که میکرد، دعواها را که فیصله میکرد، از ایشان ناراحت. چون با نفوذ ایشان در ساحه ایشان مثلا میرفت کار دعواهای را حل و فصل میکرد، درآمد ایشان کم میشد، به هر دلیل اینا از آجای کلام ناراحت. خلاصه قضیه زیارت نو بالا گرفت، از سر تا سر افغانستان، نه تنها از هرجات که مردم دی زیارت می آمدن، از مرز ها می آمدن. و بعد یه قضیه در کابل می رسه، حکومت هم حکومت داود خان بود. داود خان از حکمران در وقت کسی به نام فروتن حکمران بود، در کوټه اشرو مرکز ولایت وقت بود، از ایشان می پرسه و ایشان از حاکم بهسود که اما حاکمی که معروف مردم حاکم کر میگفت نامش و فکر کنیم عبید الله خان بود، خلاصه از اون میپرسه و او کلانای بهسود جمع میکنه. از اربابا میپرسه که امی قضیه زیارت نو چی قضیه است، یعنی رقم مکتوب از صدارت در حکمران آمده و حکمران سیمم از ما خواسته. بعدی اربابا چون دل خوشی از آجاها نداشتن، یک کلمه نوشته میکنه که متاسفانه همو باعث میشه که اینا دستگیر شن. مینویسن که این یک دسیسه پول خوریست و واقعا بین از اونا معروف بود که دخل حاجی اکبرشاه هر شب از یک لگ افغانی بیشتر میشه. خب البته یک لگ افغانی در وقت کلمه بود که هر کس نامش شنیده بود، در چشم کس ندید. همین رقم اونا از بابی هر دلیلی که بود بینشان معروف بود، از اگر پا بین خود میزن. اونا منویسن که یک دسیسه پولخوری است و در اینجا عناصر بیگانه دیده میشه. اگر دولتی را جلوگیری نکنه فردا ما جوابگو نیستیم. وقتی که این مکتوب اینا نوشته میکنه، حاکم امضا میکنه، در حکمران میته، حکمران در صدر اعظم میته. خود صدر اعظم قبلا گفتیم که مردم از درجات کلیگیش عوامل غجر میدانست و صدر اعظم با پاکستان دشمنی داشت. عناصر بیگانه دیده میشه، معنیش است که اینج ایرانی و پاکستانی میره. بلافاصله دستور میده که کسایی که عامل از کار از اینا رو دستگیر کنید. بعد یک جمع کثیری از عسکرها همراه قومندان مرکز آمدن و آقای رو دستگیر کردن. آجاهای کلان نه در زیارت نقش داشت، نه آمده بود، نه منبر رفته بود، نه حتی در خانه مادم و مدتی که زیارت نه بود نه آمده بود. او هم میفهمید که در اینجا چی خطری وجود داره. آقای هم شاید بهشان توصیه میکرد که طرف ما نیا که اینجا بسیار وضعیت خراب است. خلاصه آجاها را رفتن از سنگشانده دستگیر کردن و گفتن بیا بریم شما از آجاهای خورد اول بگیرین، ولی آوردن اونا را زندان کردن، هر دوتایش زندان شد. این داستان زندان رفتن است. بعد دوران دموکراسی شد و یوسف خان صدر اعظم شد و مردم یک مقدار تنفس آزادی کردن و ظاهر خان هم در این وقت که از شهر نفوذ خانواده آزاد شده بود، فکر کرد که خودش در بین مردم بره و با مردم صحبت بکنه و از مردم بشنه. بر اساس امو بررسی هایی که مردم سابق از داوود خان داشتن، اینا مردم فیصله کردن که چیزی از اعلیحضرت امو ظاهر خان چیزی در سفر نمیخواییم، فقط یک چیز میخواییم که او عبارت از امی خلاصی امی دوز سعید میز. امید دو نفری که البته با امو نامه زندان شده و با امو اظهاری که بزرگان داره. خب مردم پذیرایی کردن در ولسوالی ناور، پذیرایی کردن ولسوالی جاوری، نمیفهم رفته بود نرفته بود، در هر جایی که رسیده بود پذیرایی کرده بود. خلاصه از رای ناور از امی گردن سرخاک بوم ظاهر خان یادیم است که آمادم میرخم از گردن رد شد و در مرکز بیسود آمد. و کار دیگه ای که البته برای نفوذ ملی ظاهر خان افزوده بودی که در این عصر پاسپورت آزاد شده بود، مردم از هرجات پیش از او
آزادی نداشتن، در یه وقت آزاد شده بود که پاسپورت بگیره، پاسپورت بگیره بره ایران زیارت کنه، بره عراق زیارت کنه. این راه کربلا برای مردم آزاد شده بود. این کارم بر نفوذ ظاهر خان در زارجات بسیار افسوده بود. یعنی حتی بعض مردم میگفتن جناب ظاهر کربلایی ایشان که راه کربلا را آزاد کرد. و این هم باعث میشد که مردم از ایشان گرم پذیرایی کنند. خلاصه درخواست خود مردم ترتیب کردن، گفتن که یک عریضه نوشته میکنیم و این عریضه را در دست دو نفر از فرزندای کوچک از این دو نفر سیدی که زندان است در دست از دو نفر میتیم و اینا ببرن در دست ظاهر خان بتک تا این آزاد. و نکته که بسیار در اینجا میتونیم بگویم قابل اهمیت است که در این وقت دوره 12 شورای ملی بود، وکلای دوره در خلاصی آقای مهاجر آقای کلان نقش بسیار برازنده داشت. البته یادآوری باید بکنم که این دو بزرگوار کسی است که علمای بیسود اکثرا شاگردای از ایناست، به خصوص بالای بیسود طرفای سنگشانده و سرخابات و آجام و زیرات و اینا اکثرا شاگردای از این بزرگوار است و بین مردم نفوذ فراوان داشت و حتی در مصیبت های مردم اشتراک کرده بود، کسایی رو کوچی اسیر کرده رفت آزاد کرده بود، قرض کسایی رو که اسیر کوچی بود پرداخت کرده بود. اینا محبوبیتشون بسیار زیاد کرد و مردم دوست داشت که اینا باز آزاد شد. این 7 سال زندان از اینا هم تأثیر بسیار فراوان گذاشته بود، نفوذ از اینا که در زندان روز به روز بیشتر شده بود، مردم مثلا صف میکشید پشت محبس دمزنگ که روزای جمعه با دیدن از اینا بره. خلاصه ما که قربانی از این زیارت نو بودیم، ما در ماجرا شاهدش بودیم و دیدیم که خانواده ما چی زجر کشید و ما که کوچک هم بودیم در وقت چی گرسنگی بعد از رفتن آقایم کشیدیم و چی اتهاماتی که مردم میزدن و چی قدر هم شماتت میکردن که اینا پول دارن اما پول خود نمیکشن، در حالی که پول اگر مثلا از زیارت نو می بود بالاخره بعد از خلاصی آقایم که از یک جای با سربر میزد، یک زمین میخرید، خانه میخرید، یک جای مثلا اولی در کابل میخرید که ما دست ما از همه چیز تهی بود. و او زیارت نو نه تنها چیزی آید ما نشد که داشتگی سابق ما بمین نامی که خانه از یا پول است دزد در آمد و خانه ما رو دزدی کرد. برحال مردم فیصله کردن که ما همی یک درخواست داریم و یک درخواست دو نفر انتخاب کردن، همی آقای سید صادق کاظمی برادر ما که در وقت صنف 4 و 5 مکتب بود، از این که بزرگتر پسر آج آقای کلان سید ابوالحسن که حال آقای اسدی تخلص میکنند، خدا حفظش کنه، به ناروی زندگی میکنند. این دو نفر عریضه را گرفتن به کمک آجی محسن خان که خودش هم در مرکز آمده بود، پسرش ارباب نسیم خان شهید که خداوند درجات شعالی کنه. این نسیم خان یادم است که مثل مرغ بالکنده هی میدوید مرکز میرفت، مرکز یعنی قلای مرکز بیسود، برمیگشت پیش عموی ما آجی سید تاهیر، آقا تاهیر کربلایی میامد و همی قضیه را به اصطلاح کوردینیت میکرد، سازماندهی میکرد که چی رقم همی عریضه را ما در دست ظاهر خان برسانیم که موفق شیم. خلاصه با کمک وکیل صاحب جاغوری آقای شریفی که خداوند روحش شاد داشته باشد، با کمک عبدالحسین مقصودی و با کمک میر صاحب و وکیل مرکز بیسود اسلم خان، اینا همه ایشان کمک شدن و یک دیگر و یک عصری وقت گرفتن از عبدالولی خان که از باب تفره برای تفره برامده بود و یه دو سید بچه را قد خود گرفته بردن پیش عبدالولی خان. اینا عریضه را دست عبدالولی دادن، داماد ظاهر خان، و عبدالولی خان و وعده داد که من انشالله که در کابل برسم عریضه را در دست اعلی حضرت میرسانم و یه پدرهای شما آزاد میشه و روی خود با وکیلا کنه برای از اونام گفته بود حاجی محسن خان اینا را که این سیدای شما را ما آزاد میکنیم. یعنی تنها درخواستی را که ما از 3 ولسوالی ناور، مرکز بیسود، سیاول بیسود، تنها درخواستی را که داریم هم یک عریضه است، کارتون کار بجاست، ما هم یک عریضه شما را بدون اجرا نمیگذاریم و این را اجرا میکنیم. اینا رفت در کابل، بعد از مدتی آقای مزینا آزاد شد، پذیرایی بسیار گرمی کردن مردم، حتی پذیرایی که تقریبا میشه گفت شبیه پذیرایی که از زندان خلاص شدن آیت الله واعظ
شد از این بزرگواران مردم پذیرایی کردن و بسیار با قدر عزت در وقت بخصوص حضرت علامه شهید بلخی هم حیات داشت و حضور ایشان هم در جمع پذیرایی کننده های از اینا و بعدا آمدن در خانه و دیدن آجه های کلان در سر کارز در خانه آجه سید تایر آقا وقتی که آمد یاد مسئله های بلخی وقتی که از دروازه وارد شد صدای بلند داشت با صدای بلند از دروازه صدا کرد که آجه آقا خوب پیر کلگی سال پیر ما آجه سید اکبر آقا است که در زندان قد آقا زیاد ارتباط داشته اما پولیس هایی که پیردارشان بوده آقای او در محبس عمومی نبود در قلعه جدید بود ولی اون پیرداران نامه آقای بلخی را در آقای می آورده از آقای مربر آقای بلخی می آورده بین خود مذاکره و مشاوره و نوشته داشته نوشته های بسیار علمی از آقای بلخی که برای آقای نوشته کرده بود وجود داشت برای آقای کلان نوشته کرده بود وجود داشت متاسفانه همه از اینا در دوران اختناق ترکی از بین رفته یا حد یخل پیشمنیست پیش پیشتر همه های مرگمانده باشه برحال آمدن داوود خان خاطره بعدی به ذهن مردم گذاشته بود مردم دیگه نمیخواست از ظاهر خانم درخواستی بکنه که با او درخواست غضبناک غضب از اونا رو برانگیزه و همی یک نکته درخواست داشت و این درخواست هم در متعارف پذیرفته شد تاریخ شفا یک از شیوه‌های پژوهش است که حکایات وقایع و رویدادهای گذشته مکتوب و مدون شده و در اذهان نسل‌های بعد منتقل میشه تا این رویدادها در چار تحریف یا به کلی در اذهان محو نشود و چه بسا وقایع مهم تاریخ افغانستان و اندوخته های ذهنی که اگر محو نمی شد می توانست امروز روشنگری بسیار از حقایق باشد بخش از تاریخ شفایی یادآوری از خدمات علما و دانشمندان دیروز افغانستان به عنوان مشعل داران و پیشتازانی که در میان مردم از جایگاه ویژه برخوردار بوده مخصوصا پس از کودتای هفت ثور 1357 خورشیدی و به قدرت رسیدن کمونیست ها بازداشت ها و اعدام های جمعی شروع شد اولین قربانیان کشتار شهدای روحانیت تشکیل میدهد خدمات علمای دیروز افغانستان مخصوصا اعظم بهسود همانند آیات اعظم حاجا محمد حسین اوجی شهید سید محمد سرور وایز حاجا عبدالعظیم محسنی معروف حاجای کلان و حاج اکبرشای محسنی و همینطور دیگه بزرگایی که هر کدام در مناطق مرکزی و سایر نقاط افغانستان مستر خدمات فراوانی دینی و فرهنگی و اجتماعی شدند